با درود، امروز شنبه 4 جولای 2020، 14 تیر ماه 1399، سرخط مهمترین عناوین خبری از رادیو شهر ما. شبکه سی بی سی کانادا گزارش داد که به تازگی به یک فایل صوتی دست یافته که حاکی از آن است که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی برای فاش نشدن برنامه حمله به پایگاه آمریکا در عراق در حین فعالیت‌های شدید نظامی به هواپیماهای مسافربری اجازه پرواز دادند که به پرواز 752 اوکراین شلیک شده است. این فایل صوتی آشکار می‌سازد که مقامات ارشد حکومت ایران آمدانه دستور به بازنگه داشتن حریم هوایی دادند و همچنین نشان می‌دهد که سازمان هواپیمایی کشوری از حمله موشکی سپاه آگاه بوده و با همکاری سپاه سعی در کتمان حقیقت داشته است. همزمان با مانور نظامی چین در آب‌های دریای جنوبی چین، ایالات متحده آمریکا دو ناو هواپیما بر را روانه این دریا کرد. دریا سالار جورج ویکوف گفت هدف از این اقدام ارسال پیامی واضح به متحدان و همپیمانان ایالات متحده آمریکا است که این کشور به امنیت و ثبات منطقه‌ای متحد است. پژوهشگران هشدار دادند در جهش جدید ویروس کرونا گونه‌ای مسری‌تر شروع پیدا کرده است. در حالی که این گونه سریع‌تر منتشر می‌شود، به نظر نمی‌رسد نوع شدیدتری از بیماری را ایجاد کند. این گونه جدید در تاج پروتئینیش تغییری کوچک اما مؤثر داشته است که به آن اجازه می‌دهد راحت‌تر سرایت کند. نهاد ناظر بر بهداشت و سلامت برزیل به آزمایش بالینی واکسن کرونایی که شرکت چینی سینوواک تولید کرده است مجوز داد. این توافق فقط به آزمایش‌های بالینی محدود نمی‌شود و قرار است فناوری تولید واکسن نیز در اختیار این کشور گذاشته شود. تا کنون 9000 برزیلی داوطلب شدند این واکسن روی آنها آزمایش شود. و اما به گزارش رسانه‌های آمریکایی، جواب آزمایش کرونا کیمبرلی گیلفوی مجری سابق فاکس نیوز و دوست دختر دونالد ترامپ جونیور پسر ارشد رئیس جمهور آمریکا مثبت بوده است. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که ایشان در تماس نزدیک با ترامپ نبوده و جواب آزمایش پسر ترامپ نیز منفی بوده است. و اما یک زوج بریتانیایی در ماه مارس 2020 همزمان با همه‌گیری جهانی کرونا و آغاز قرنطینه در اروپا شرکت تولید ضد عفونی کننده دست تأسیس کردند و در 12 هفته 30 میلیون پوند درآمد داشتند. این زوج در 15 سال گذشته در کار ساخت و ساز بودند اما با شیوع کرونا تصمیم گرفتند وارد بخش تولید شوند و قراردادهای بزرگی را با شرکت‌های معتبر بریتانیایی بستند. این بود سرخط تازه ترین عناوین خبری از رادیو شهر ما. با سپاس از اینکه تا این لحظه شنونده رادیو شهر ما بودید، توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.